دیدی بعضی از دخترا با دخترا خوب نیست النا هم اینطوریه دیگه واقعا میگی آره دیگه با همه دوستای من دوسته با دوست دخترم نداره چرا با پسر راحت ترن آخه علمی نیستش دو تا بیشتر نداره من دوست فکر کنم خب دوست... یعنی آها <laughs> یعنی پس پسرایی هم هستن که مثل ما نیستن با دختر راحت ترن آره اون تو سیویلا رو دوست ندارم من نگفتی بعضی جا... بعضی شدن آره ما یه دونه یکی داشتیم تو فامیلمون خب اسمشو نمیارم وقتی که مثلا دیدی سجاد توی مهمونی ها میشه شام میشه و اینا خانوم یه بر میشینن مثلا خانواده مذهبی هم نه همینجور نرمالی آره. نش... یعنی به صورت طبیعی خانوما میرن یه بر. مثلا صحبت های خودشون رو میکنن آقایون ها میرن یه بر. آره. حالا یه چیز سکسی سی هستن به نظر من خیلی فاک تاپه نه, نه اتفاق نه چال... چیزی بیولوژیکلی اتفاق میفته یعنی اینو دیگه کسی چیز دیکته نمیکنه که بعد ما یه مرده بود این آقاه همیشه میرفت سمت خانوما ریش زیادم بود و سیبیل سمبالا میرفت اصلا بیشتر تو اون بخش میشه بعد یادم اصلا مردای فامیل پچ پچ میکردن که فلانی با خانوما میشه مثلا من بعد مگه حالا ویز. ولی برام خیلی جالب بود مثلا فکر کنم تو بحث های سیبیلی اینترستد نبوده من فکر میکنم منم اگه به مثلا خانم ها قور نزنم بگم برو دوست دارم برم پیش خانم ها ولی بعضی ما میدازنید بیرون میگم برو واقعا میگی چجوری میدازنید بیرون میگم برو داریم حرف دختران رو تو با اون سیبیل و قد آله. بلند میری اونجا پشماشون میریزه ظرفا هم باهاشون میارم با هم ماشین هم پر میکنیم این حرف سکسیست بود دیگه خدایی چون خب. رو باید سیبیلا بشورم بعد ایونت خب میشورم دیگه ها سیبیلا خب آره دیگه خب بذار بذار اش کنی کاتگوری دارن ولی اون سیبیلا بشون میگن سیبیلا تالاری سیبیلا تالاری رو باز کن برای بچه‌ها ببینیم چیه دوستا سیبیلا تالاری مراسمای تو ایران دیدی دیگه جشن‌ها تالار دارن دیگه بعد آره سیبیلایی که یهو وسط مراسم تصمیم میگیرن برن قسمت خانوما ببینن چه خبره بعد میرن اونجا سراغ میرن اونجا سراغ بگیرن و مثلا میگه فلانی صدا میکنی بعد فلانی میاد میگه حالا فلانی رو صدا میکنی یزیده آخه آخه خیلی علمیه تالارو رو یه خور دیمانیت های بخش خانوما نه برو تو برو تو بخش خانوما خیلی جذابه تو تالار رو میدونی؟ بعد... تالار آخه آخه سکشن بندی شده یه جا مثلا دارن میرخصن بعد همونجا تو خود تالار یه جا دیگه دارن لباس عوض میکنن یعنی شما احتمال داره اونجا لخت بانو هم ببینی یعنی سیبیلی سیبیل تالاری یعنی چی من تو هم سیبیل تالاری الان هستم بیا. الان <تصفح> <سیبیل ایک> تالاری. <تصفح> 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 چرا اینا کسی تالا به ما نگفته بود <تصفح> و همین اینا تکخوری هم میکنن نمیگن مثلا از جمع سیبیلا که میخوام بیام بیرون میگم من برم سیگار بکشم ولی داره میره کاسب شه در واقع عجب. شما تجربه ای فهمیدی یا به شما گفتن تا قبل سن 7 سالگی همه سیبیل تالاریم یعنی باید بری تو خانوما بیای من اون موقع فهمیدم آها آه فهمیدم آه من, من هیچ وقت یادم نمیاد تو سن بچگی تو تالار بودم یه دفعه فقط تو بزرگی تو تالار بودم یادم آقا من یه خاطره فاک داپ از تالار دارم یعنی تالار منو گایده بگم آره. بگم آقا ما رفتیم تالار سعده. خب. یه س... من یه من س... یه من یه سیبیل ضعف آخه اصلا میگم سیبیل ضعف گوس که یه سیبیلی بودم که خیلی جوونه این سیبیل مثلا یازده سالم بود کم که نه بودم حتی شاید بگم ولی یه چیزی بودم که خاطرش قشن یادمه دیگه خب بعد این تالاره اینجوری بود که وسطش پرده بود دیگه این ور خانوما بودن اون ور آقایون بودن ولی نمیدونم این چه جوری بود که دختر بچه ای هم بودش که سمت مال ما بود یعنی مثلا اون مثلا چه میدونم هشت سالش نه سالش بود منم یه آزده دوازده سالم اون با پاپ اومده بود بعد <applause> آروم باش تون نه, <تصفيق> <تصفيق> تون, نه رو. تون نه بعد چیز شد یه این شعبده بازا هستن کمدی هم اومده هم بازا. آه، آه. اومده بود رو سش بعد گفتش که میتونم می یه دونه عروس دوماد کوچولو از توی هزار انتخاب کنم بعد خارکسه. ببین چیه که من بعد چهل سال یادم مونده بعد یارو ما رو انتخاب کرد به عنوان دوماد سجدی خب ما رو به عنوان دوماد قضیه انتخاب کرد خارکسه یه دختری هم اونجا به عنوان عروس بعد نگو این خارکسه پلنش این بود که ما رو بیاره روی استیج یه سری سوال بکنه اما بعد سوالا که خودش پاسخ رو در گوش بگه و <تصح> یه چیز فاکتاپی بگه که این بچه بگه مردم بخندن این چه آدم مریض سنگینی بود برگر شما گفتش که عزیزم چی کاره میخوای بشی؟ منم کیوت و اونجا گفتم گفت گفت بگو دکتر گفتم دکتر گفت بعد مثلا چه تخصصی؟ و گفت بگو زنان و زایمان من گفتم زنان و زایمان همه ها یه و خارش رو چه جوک که کس و شعریه که ما داریم میخندیم خندم هر کنی کیری خرد آره ولی این جوک های صبر ایرانیه دیگه یارو تو سال شست خار کسته اینو گفت بعد anyway, عینا که ما رو مجبور کرد اصل مسل تو دهنم بکنم ای زر کلمه شو میگفت میگفتم ما دیمانیتایز شدیم تموم <تص> شد ها همون کلمه ای بچه بازی و رو آخه چه کاریه که این دوتا بچه با هم عروسی کنن مردم نگاه کنن و این چیز دار که دیگه این هم استا تو تالار این حرکت ها نزن خب از سیبیلای تالاری میرن داخل سوال میکنن که خانومه کو خانومی نیست یا هست میده سوال میکنه یکی رو بیاره بعد تا وقتی اون میره اون یکی رو بیاره یه سطول داریه اونجا حال میکنه تا اون ولی باید یکی رو رو کنی آره دیگه کل تا داره میتونی رو کنی یا میتوی. با یه نفر چند بار هی کار داشته باشی آره من یه کار دیگه با ایشون داشتم همه تو دانسن دیگه خب معمولا <applause> از اون خانومی که سوال میکنه میگه بگه خودت برو سریع از این بغل پیداش کن یعنی همه به نیت این جواب میرن که برن خودشون اوه خودت رو میفرستن تو باید بری سرچ کنی من اگه مثلا با ادنا رفتم برو قایم شو زیر میز چرا کسی نتون کنم اون تو بودم من حالا سوالم اینه وی آر میتونه باشه حتی یعنی سیبیل وی آر یعنی سیبیل رو کنترل میکنی حرکاتشونو ویدیو چه حالا فوقا اگه تو زندگی واقعی وی آر بود خیلی بالو مثلا میگفتش مثلا تو دوست دختر قبلی منو کردی یا می yeah, yeah. می رو میگفت <تصفح> نکردم میگفت بریم وی آر رو چک کنی و میرفتن چک میکردن و یارو می رفت... <applause> آره دیگه میشه نه ایدی سفر چیزو دو؟ بلک میره رو یه دونه از اپیزوداش یه دونه همیده. داره آره واقعا خوش <applause> میگی بلک میره جدید میگه چشت تا نشون بده اونم میگه چشت نشون نه نمیده آه نه اون همونه که چشای مردم همه چی رو رکورد میکنه خب اونم یه جوری <applause> بیایی آره دیگه وصلش میکنه مثلا به تل... تیوی خونه بعد میگه آره. اونو دیدم اونو دیدم آره بعد یه یارو قتل رو دیده بود آن یه همچین کاسی شعری بود داستانش بکنم نه همین یارو ای چه خوب گفتم بلک میره رو گفتم بهترین ده. چیزی که من تو بلک میره دیدم تو... تو تو س... کدومه بلک میره خیلی هاشو نگاه نکردم ولی اونی که خیلی برام جالب بود چند تا رباتن بعد همه آدما مردن بعد ربات میگه که اینا قاشق پیدا مثلا میکنه میاد میگه این چیه ام. میگه انسان ها برای اینکه انرژی بگیرن باید ارگانیک متریال رو شاف میکردن تو یه سوراخ تو صورتشون بشمه... و یه سوراخ تو شد بعد میرفته تو یه دونه قابلمه استایل توری اسید میریخته روش بعد از 8 ساعت تبدیل انرژی بعد اون کیروته میگه چه سیستم کیری داشته رباته روباته میریزه من فیوریتم اونی بودش که یارو میمورد مثلا عزیزش میمورد ولی بعد مموریشو نگهر میداشتن آپلودش میکردن روی دونه داستانی اونجا گیر میکرد تا ابدیت آن میره با شرف میزن لیمیتون آره بعد یارو هی hey, تو اون ابدیته بود yes. شاید هم دو اپیزود دارم قاطی میکنم نه, نه، همونه یه سایکلی بود تو سرور ها همش اون روزه برش تکرار میشه آره گیر میکرد اون تو ننه یارو گایده شده بود من. یه دونه اونو که نمره میدادن کردیت میدادن برف وسط فرودگاه عروسی یارو گفت دفاع. اون, اون خیلی قویه دیگه چه کانسپت های مریضی داشت سجدی یه دونه سیزن آخرش خیلی ضعیف بود یه دونه اپیزودش این بود که تو ویدیو گیم یه چیپستی بود میذاشتن نزدیک گیجگاهشون میرفتن تو ویدیو گیم رو بازی میکردن بعد <applause> یا یارو زیر یه ثانیه مرد و یه لب گرفتن اصلا آره 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 میگفت تو دنیا با... واقعی این هم می گفت تو دنیا واقعی میگفت تو دنیا واقعی دو تا سیبیل بودن میرفتن تو... توضیح بده قشنگ برای بچهایی که نمیدونن این داستان چیه چی کار کردن بگو دو تا سیبیل بودن اینا عشق ویدیو گیم بودن دیگه از بچگی یه چیپستی آپدیت شده بود فرس مثلا زمان پلی استیشن 10 میذاشتی چیپست رو می تو خود گیم یعنی همه چیز خودت انجام میدادید فکر کنم مورتال هم بازی میکردن بعد خب سی... سیبیلا میرن پس رو میذارن دو تایی میرن تو مورتال گیم حالا یکیشون شروع کارا... میکنم به زدنم یکیشون کاراکترش خانومه یکی از سیبیلا تو بازی کاراکترش خانومه اینا خب. حوست کاره چیز میکنن کاره لبات بازی و اون داستان ها همون کاره که وقتی ما بازی میکنیم سر میکردیم بکنیم آه پس داستان اینجوری چی شد <تصفح> <تصفح> یه بار دیگه بگو چه من اصلا مرتبط از دیگه میرفتم که خودم میمونیدم به کرکتر دختره واقعا <تصفح> آره دیگه تو همچین چیزی رو من... سجا تعریف شده بود برای من تو امانگاس این کار رو میکنم <تصفيق> <تصفيق> بچه من از دنیا عقب بودم تو, تو من... تالار بودی افرست... من هیچی نمیشتازم <applause> از این <ایتو> دنیا <applause> خب پس تو امنگاس خودت میری میمالونی به دختره یا رو کاراکترش دختره یا خودش هم دختره خودش هم دیدی وقتی میکشی میکشی میری روش میشینی پا میشی میشی پا میشی یعنی که دایی تو میکنی تو دهنشو در میاری خاک بر تو ریپلیش نشون میده میگه یارو میاد روش شروع بالا پایین کردن بعد دختره دست بازی میکنه یا میبینه یه سیبیل اومد تخمشو کرد تو دهنشو گفت رفت کشتش بعد تو خوش کرد تو دهنه بعد تو چیکار داریم تر سیانت اجرا میشه چه خبره میبینی خب پس میری تخما رو میذاری بعد به دختره داری سیگنال میدی که من تو رو دوست دارم نه تو نمیدونی کیه فرقی که میخوای بکشی میخوای بگی من انقدر خوبم که کشتمت وقت دارم بیام روی جسدت تخمم بکنم تو دهنت ولی خدایی سربازا باید تو جنگ واقعی این کارو بکنن مثلا میکشه من میره دو تا تخم میذاره تو دهن یارو اصلا ارتشه میرن دیگه خیلی جنگ و وحشی بوده نه نه. نه. آره دیگه با درون و اینا نمیتونی تخم و اینا رو بذاری تو دهنه الان که دیگه جنگا خیلی فیوچریستیک شده شت خب اسپیکینگ اف تخم تو دهن آقا یه چیزی جالب فکر کن زمین خب چهار و نیم زمین نیم میلیارد سال عمر داره خب اگه ما فقط 500 سال عقب تر به دنیا می اومدیم حالا یه خورده بالا عقب الان هممون هم بریم جنگ مثلا چون که چنگیز خان شق کرده بود بیاد ایرانو بگیره فاک بعد اون موقع مثلا میگفتن چنگیز اومده باید بری سربازی من حتی میفرستن نفر اول دیگه تو که گنده ای اون نفر من شمشیر اول مثلا منو میفرستادن اونجا مثلا برم یه چیزی بخونم یه مثلا نه مثلا برم از اون میگفت دو تا هوب امروز میخونی صدا خیلی چیز نکن چیز نکن ولی من اونجا میگفتن حبوباتی چیزی جمع کنم مونی بودم ولی تو رو میفرستادم تو همون اول یه تیر بدی هم مقاله میزد به آره من چون قشنگ میدیده اصلا هدفش هم من نبودم یکی آره به من. دیگر میخوره سجاد ولی <laughs> فقط <applause> کس <applause> <applause> من چیز میشدم از که من خایماله میشدم که مثلا میرفتم با تو توته میکردم میگفتم زبون اینا رو من بلدم بیایید با هم اینا رو بکشیم میگفتم بیا خا... می شب در رو باز میکردی میگفتی در پشت با میذارم آره بعد کسکشا اونا هم منو میگاییدن میگفتم بیا به خایمال در رو وا واسه ما بگایید این کسکش جقی رو آره اونای, اونای که این کارو میکنن همیشه به گاه میرن آره چون هیچکی نمیخواد اونو دوست چون بعدش هم که اون میشه نمیاد بگیم با با این خائن <applause> اوکی <امیدوشان> آره. ولی هم میکنه. آره یعنی اون یه دیلیه که دو سر سوخته ولی به نظر من این میس جاجمنت خ... میس جاجمنت به فارسی هم باید این سوء برداشت سوء برداشته چون مثلا چرا؟ یکی که میاد خیانت میکنه هیچ وقت بهش میکنه که آقا یارو مثلا با دید اینو مشکل داره یا <applause> مثلا از حالا به هر دلیل ام. این کار داره انجام میده که میخواد بره تو تیم اونوری چرا تیم اونوری هیچ وقت اینو نمیبینه نمی که نمی خوبه که آپشن ای رو داره داره ریجکت میکنه بیاد پیشش پس این دیگه خیلی ما رو دوست داره اوه چه رو عزیز یه پیام دارم برای خائنین عزیز